سلام، با 180 ثانیه سه شنبه 14 اسفند ماه همراه ما باشید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که به زودی سمت سخنگویی را ترک می کند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که آقای قاسمی به عنوان سفیر ایران در پاریس معرفی خواهد شد. حسن امیریان رئیس اتحادیه رستورانداران مشهد از کاهش 30% تا 40% فروش رستوران‌ها در این شهر خبر داد. او دلیل این امر را افزایش قیمت گوشت عنوان کرده است. امروز به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق، گروهی قصد برگزاری مراسم در احمدآباد در نزدیکی تهران را داشتند که گفته شده اتوبوس‌های حامل شرکت کنندگان به تهران بازگردانده شدند. تعدادی از کارگران حوزه تامین و نگهداری خطوط راه آهن استان آذربایجان شرقی امروز سه‌شنبه با تجمع روی ریل قطار به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود اعتراض کردند. همچنین حدود 50 نفر از کارکنان دفاتر سهام عدالت از سراسر کشور نیز برای سومین روز متوالی مقابل سازمان خصوصی سازی تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران سد چمشیر شهرستان گچساران هم امروز در اعتراض به عدم پرداخت 14 ماه حقوق معوقه خود مقابل فرمانداری گچساران تجمع کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی گفته است تولید انواع خودرو در بهمن ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا 60% کاهش یافته است. صبح امروز سه‌شنبه بازنشستگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به تعیین دستمزد زیر خط فقر و گرانی و تورم موجود در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران تجمع کردند. غلامرضا صالحی مدیر کل بنیاد مسکن استان تهران امروز سه‌شنبه اعلام کرد 63% واحدهای مسکونی روستاهای این استان فرسوده هستند. او در گفتگو با ایسنا اظهار کرده طبق آخرین سرشماری مسکن روستایی که انجام شده در استان تهران از 227 هزار مسکن حدود 143 هزار واحد مسکونی فرسوده هستند. پزشکان بریتانیایی میگویند پس از پیوند سلول‌های بنیادی به یک فرد مبتلا به HIV، ویروس بیماری در 18 ماه گذشته در بدن او ردیابی نشده و در حال حاضر داروهای ضد ویروس ایدز را هم دیگر مصرف نمی‌کند.